نظر به خطر انداختن تمامیت ارضی افغانستان، دادن دست آزاد به خارجیان، 95% آوردن بیکاری به جوانان، سقوط فابریکات، فقر و فاقگی، عدم داشتن پلان ملی، اقتصادی، امنیتی، موجود بودن فساد اداری، در نظر گرفتن منافع دشمنان، من صدیق متین خود را به حیث کاندید ریاست جمهوری و مؤسس نهضت نجات ملی افغانستان اعلان می دارم. عرض احترامات مجدد خواهرها و برادرای عزیز، از این بابت شما با ما کمک کنین. اگر کسی میخواد یک چند ساعتی برنامه را اسپانسر کنه، لطفا با ما تلفن کنه. بس از دیگه در 15 سال گذشته هر باید جای مردم افغانستان، جای تمام افغانا، از اروپا، از امریکا، از کانادا و هر افغانی که در گوشه و کنار دنیاست باید بتانه که درک بیایه او خانه مشترک تماما افغاناست و او تنها و تنها مختص نشه به کسایی که جاسوس خارجی هست و کسایی که برای مردم افغانستان صدمه برسنه و او کسایی که درک شیشته او کسا تنها منافع خود و رفیقای خود در نظر بگیره. این دفعه بخیر ما مردم افغانستان انتخابات به پیش میبریم و هر جای مردم افغانستان خواهد شد و تمام افغانای ما از امریکا، اروپا، کانادا و دیگه ممالک میتونن که بیاین در افغانستان درک بیاین. در اوجه باید در افغانای ما احترام شون، عزت شون، بیاین که تر رئیس جمهور بشینن، نان بخورن، منافع خود، منافع مردم افغانستان پیش ببرن، کدام امتیازات مخصوص برای یک گروه مخصوص داده نشه. دیگه به این ترتیب ما مجبور شدیم که همین کار ملی را اعلان کنیم. هاشمی صاحب، بله، از حال آمادگی بگیریم با مجردی که انتخابات خلاص شوه و ما منظم که تمام تیم شروع کنیم به خدمت با مردم افغانستان. موضوعاتی که ما گپ میزنیم که چطور ما بتونیم که افغانستان یک افغانستان مترقی و پیشرفته بسازیم، امید است که این حکومت اتحاد شخصی صحبت های ما را فهمیده باشند اگر رقیب هستند. اگر رقیب نیستند انشاءالله باز ایرخ ما میخواییم بسیار از طریق اسلامی و افغانی اعمال ناشایستی اینا را ما کنترل کنیم و خیر و فلاح مردم افغانستان در او ببینیم و بار بیاریم. هدف ما صرف و صرف تنها خدمت به افغانستان عزیز و مردم افغانستان است. ما دیگه هیچ گونه مقصد شخصی نداریم و شما دیدین در 6 سال گذشته، 7 سال گذشته چیزی را که ما شروع کردیم ما گریز نمی کنیم از پیشش. همونطور که از دیورند، موضوع دیورند گریز نکدیم، در قسمت ریاست جمهوری گریز نخواد کدیم. بله بفرمایید صاحب. السلام علیکم محترم. السلام علیکم صاحب، سنگه صاحب، تباتون خدی، خیر خیرتی امروز که صاحب. ما چی دخته از اوالم داستان یوتیوب در افغانستان طول خلق تا مبارکی وایم، خدای ستا کامیابی په نصیب کی. زنده باشه ران ورور.
اشرف غنی خو ته پوهېږي چې هغه د امریکا څخه یو جاسوس دی، راغلی دی جاسوسي دپاره یې راستولی دي، او عبدالله یو لوی قاتل دی چې هلته 80,000 نفره په افغانستان کې وژلي دي. هغه باید محکمې ته معرفي سوی وای، خو په هر صورت چون افغانستان خلک یې په اصطلاح په کنجکي کې ګیر راوستلي دي، هغه خلک یې هلته راوستلي دي، مجبور دي چې هلته دغه وکړي. او دا د پښتونستان موضوع، د پښتنو موضوع، د بلوڅانو موضوع، د افغانستان نیمه حصه چې پاکستان په زور لاندې کړې ده، دغه فقط خان عبدالغفار خان پس هغې شهید داود خان ته راپورته کړه. او تا دې خدای ژوندی او صحت سلامت ولري چې درېیم نفر ته وی چې تا موضوع راپورته کړه، دا مسایل دې ژوندي کړه، او دا ټول په هغه 10 میلیونه پښتانه او بلوڅ په پاکستان کې ستا اواز اوري، او ستا تا ته اهمیت درکوي، او ستا شخصیت ته احترام لري. تا دې خدای ژوندی او صحت سلامت ولري. مقصد ورور موږ ټول ستاسو سره د افغانستان خلک ټول ستاسو سره دي، البته بغیر هغه د پاکستاني جاسوسان چې پاکستان دپاره جاسوسي کوي، لکه اشرف غني، لکه عبدالله بشاره، خو یو قاتل دي، د افغانستان خلک یې ډېر وژلي دي، او هغه هم د خلیج راغلی دي، د یو قاتل په اسپانی. نو تا سره موږ ټول ملګري وروره په هره سویه شته ته په اصطلاح دغه وکړي، موږ ستاسو سره ملګري یو، موږ تا ته ولاړ، د افغانستان ټول خلک تا ته ولاړ دي. دا سی آی اس آی سره موږ ملګری نه یو، دا اشرف غني او عبدالله چې د آی اس آی سره قراردادونه امضا کوي، هغه د خط سره او چې ورته وایي هغه دي. مقصد د ته خپل تاریخ تا ونه وایي چې تاسو ځان کاندې دی چې موږ ټول آمدګي ونیسو، او تا ته رایه درکړو، او تا ډېر زحمتونه ایستلي دي ګرانو وروره. ستا زحمتونه به د خط و هاخواته پښتانه، د خط و دې خواته پښتانه، بلوڅان، دا نور افغانان چې په افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، ستا زحمتونه به هېر نه کړي. موږ تا ته په سر او مال ولاړ یو، ستا خوشبختي د دنیا او آخرت خوشبختي د خدای څخه غواړو. ژوندی اوسئ، ډېره ګرانه، ډېر ګرانه وروره، ژوندی اوسئ. زه تا ته یو وعده درکوم که زه د ټولو افغانستان خلقو خدمتګار یم، مخصوصا خوا د دیورند دغه ټول افغاني ورورونه، بلوچان ډېر زجر لاندې ده، ډېر زجر لاندې ده. مونږ هغوی هېر به نه کوو، انشاءالله مونږ هغوی ته خدمت او هغوی عزت غواړو. ډېره مننه صاحب، ډېره مننه. ژوندی اوسئ صاحب. ما خو پرون وویل، ما پرون یو برنامه درلود، په هغه برنامه کې ما وویل زه د افغانانو، د بلوچانو، د سندیانو، د هزارګان، په یې خوا د دیورند خدمتګار یم. زما مقصد یوازې ستاسې خدمت ده، او زه غواړم یو لوی افغانستان، لوی افغانستان زما مقصد ده، زمونږ یو لوی افغانستان آباد وکړو. او افغانان ضرورت لري مرسته، د رئیس جمهور مرسته ضرورت لري. موږ غواړو یو اقتصادي پکیج ای خوا د دیورند کرخه کې بین المللي جامانه اخلو، هغوی ډېر زپل شوی ده، ډېر زجر لاندې ده. مونږ تاسو هېر به نه کړو، مونږ ستاسې برسته ضرورت لرو، جسمی او مالی کې. زه غواړم یو واقعي غلام او خدمتګار د افغانستان او د افغانستان خلق ده شوم، دپاره او زما ملګرو هم ټوله آماده دي. زمونږ ګروپ چې یو ملي ګروپ ده، هغوی غواړي دغه دیورند کرخې لانجه له منځه یوسي. هاشمي صاحب، تاسې پوهېږئ زما هدف، مقصد، مرام. بفرمایئ صاحب، د خدمتتان هستیم. سلام علیکم. سلام علیکم صاحب، بفرمایئ صاحب. دو دقیقه وقت دارین صاحب، برای اینکه وقت ما کم هست. سلام علیکم. بله بفرمایئ صاحب. بله سلام علیکم. سلام خوار جان گل، خوب هستین صاحب؟ امر کنید صاحب. ما تصفح هستم از اینکه شما این موضوع سمایه ما در میان گذاشتین. تشکر سر. ما میتونم بگویم که این دولت اتحاد شخصی نی، بلکه یک دولت وعدت ملی نی، بلکه دولت وحشت ملی بله. در افغانستان است. وقت
آقای اشرف غنی در انتخابات 60 میلیون دلار و آقای عبدالله در انتخابات 30 میلیون دلار اینا مصرف کردن. بله. شما خود میدونین که چک از اینا از مردم افغانستان نیستن و هر رئیس جمهوری که در امریکا هست اونها دو جیب ندارن، بلکه هر کدام از اینا شاید 10 15 تا 20 جیب دارن که در هر جیبشان یک تروریست یک خائن خوابیده. بله. و در وقت و زمان معین او رو میگیرن و مندازن به کشورهای جهان سی. بله. مسئله تسلیم شدن آقای غنی و عبدالله به پاکستان، اینها آقای نبیله که نماینده آی سی آی است، پس چرا دوباره بازی رو گرفتن نماینده این مرتبه ساختن؟ به شکل غیر رسمی به هر صورت اینها با امنیت پاکستان خود بنی آی سی آی پاکستان خود تسلیم کرده بودن. بله. حالا به شکل رسمی آقای غنی این کار میکنه. بله. و در قسمت اردو همچنان به شکل غیر مستقیم از طرف اونها اداره میشد. بله. حالا به شکل مستقیم اینها تسلیم کردن. بله. اینها سند خیانت و بالاخره سند بی‌وجدانی خدا به مردم افغانستان ثبوت کردن. بله. پس چی باید کرد؟ باید این دو خائنه که نه ظرفیت اداره و نه توانمندی اداره افغانستان و سیاست افغانستان دارن، اینها چلکه خود ایلا بدن، اردیخ از اینها به پرابلم های روانی دچار هستن. بله. آقای اشرف غنی پرابلم بیپولیر داره، آقای عبدالله پرابلم نرسیسیزم. بله. چطور میتوند دو تا مریض و یک الکولیست که معاون رئیس جمهور است اینا همه بیاین بالاخره 35 میلیون مردم افغانستان به چی بگیرن؟ به گروگان. بله. ما بسیار بروشتیم که به شکل بسیار ناگهانی در حال صحبت شدم. خیلی خیلی وقت بی... وقت تانا بگیرم. وقت آمدگی خواستم ندارم و از راه دویدیم با وسط یک اندازه نفسم می سوزه. نه نه وقت تانا بگیرم. ما مقام تایید میکنم که افغان ها از خود بزرگترین ثروت انسان وجدانش است. بله. بیلیونر بودن انسان شرافت نمیته. بله. بزرگترین میلیارد ها به وجدان ما نهفته است. بسیار عالی. بالاخره این ملت افغانستان، ای کسایی که از زن و مردی که در پارلمان هستین و شما کلتان به ممثلین تئاتر تبدیل شدین، شما اول آقای کرزی باید افغانستان دور میکردین. آقای کرزی است امروز بلا را در افغانستان انوز هم دست میزنه. شما خود میفهمین که نبیل به آقای کرزی بود؟ آیا کرزی در مسائل انتقارات بیغرد است؟ برای چی کرزی ششته در اونجا؟ و چی کار کرزی کرده؟ خب تبلیز که نکلشان از طرف کسی نست میشن. شما میبین اینا از طرف ملت افغانستان انتخاب شدن. 8 میلیون کدام ملت بود که به اینا رای داد؟ این 6 میلیونی که آقای غنی مصرف کرد، 30 میلیون دلاری که آقای عبدالله مصرف کرد، 90 میلیون دلار، این دلارها به خاطر چی مصرف شد؟ خب ملت نکرده، رای نداد، این ملت بیچاره که رفت رای داد، دستش قطع شد، پاش قطع شد، کشته شد. اما بازم آقای عبدالله اشوه میکنه، اشوه. اونا میرن دریشی خدا ادایت میتن به کجا؟ به جایی که رئیس جمهور امریکا اونجا دریشی میسازه. همشری کار شرم است. همشری گل مال نداره، آب نداره. گفتی شما پیرش از بینانی بیچارگی در بدری میمره، اینا به یالت رساندن. بله. بسیار زیاد تشکر. بسیار عالی، بسیار نظری خوب بود. نقطه قابل بحثی است که وقتی که باز ما تکرار میکنم، دکتر صاحب اشرف غنی، وقتی که شما را مصاحبه کردم، اگر شما راجع به پاکستان به این ترتیب صحبت میکردید، امروز نمیمانده میتونه رئیس جمهور شوین. چرا این موضوع ملی است، موضوع شخصی نیست. اگر پدر ما همین کار کنه، همین کار ما کتش میکنم. ما اولین کس هستم، ما خودم از طریق فیسبوک ما به شما پیغام روان کردم که ارگه ترک کنین شما. اگر نوکر
آیسای هستین، هر دویتان ارگه ترک کنین، او خانه ملت مردم افغانستان است. وایر شما فکر کنید که ما میترسیم افغانستان نمییم، افغانستان میاییم. با هزارها هزار نفر تا با میلیون ها نفر در افغانستان کتمار تا باد داره. شما چیزایی را که ما خبر میشم از طریق تلویزیون، تلفن، طریق تلفن شما خبر ندارین. بله بفرمایید سه. دو دقیقه وقت داریم برادر که دیگه برادرام صحبت کنه. متین صاحب سلام ادب. السلام و سلام قیام صاحب گل امر کنید سه. همچنان احترامات جداگانه برای هاشمی صاحب تقدیم میکنم. سلام قیام صاحب، از ما همچنان یک احترامات برای رئیس صاحب و برای قاسم صاحب که در این موضوع بسیار زیاد وارد هستن تقدیم میکنم که خدا کن روی خط بیان و شما با سوال آقایم. متین صاحب سوال من فقط از خود تا هاشمی صاحب میست که اگر خواست خدا باشه و شما در افغانستان داخل شدین و ریاست جمهوری گرفتین، فقط یک دوسته سوال مختصر امیر اقلاسان مختصر جواب بگوین. سوال اولی است که من هیچ وقت سر یک گروه، سر یک تنظیم، سر یک حزب تعرض نمیکنم، همیشه شخص مورد انتقاد قرار میتم. اگر شما رئیس جمهور افغانستان شین امرای شخص گلبدین و شخص سیاف چخص معامله میکن، آینه را که محاکمه میکشنین یا ایست که به اینا که مقام چرک میتین. سوال دومی است که موضوع خط دیورنده که یک کل مردم افغانستان میفهمه که برای مردم افغانستان قیمت حیاتی داره و در 1993 قرارداد تکمیل شده امرای پاکستان ها چقسی معامله میکنید. سوال سوم است که اگر می دونستان جواب بگوین که آیا حکومت شما یک پالیسی در چه قسم یک پالیسی داخل میشه، آیا یک پالیسی منسلک غیر فعال بازی میکنه یا در کدام پیمان شامل میشین و اگر شامل میشین در کدام پیمان؟ لطفا همین سه سوال مختصر جواب بگوین. تشکر. بسیار زیاد تشکر. سوال اولتون، هر کسی که در مقابل مردم افغانستان ظلم مرتکب شده و افغانها را از بین برده، افغانستان را برباد کرده، او خود دائما دشمن مردم افغانستان است، باید عدالت بالاش تامین شود. و دومی که ما در این برنامه نه در دیروز در برنامه خود اعلان کردم، باید هر دولت از خود طرح ملی داشته باشه، طرح ملی بین دولت و مردم. در این طرح موضوعات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، موضوعات دیورند شامل میکنیم در این طرح. و این طرح ما پیش از این که خداوند روزش بیاره انتخابات شروع شوه، این با مردم افغانستان ما تقدیم میکنیم. اولین کار که میکنیم ما امنیت بار میاریم و خصوصاً ریاست امنیت ملی را به وزارت امنیت ملی تبدیل میکنیم و وزارت سرحدات و وزارت مواد مخدره را کلش را میاریم زیر وزارت امنیت ملی مدغم میکنیم که بودجهشون صحیح استفاده شوه و ما بتونیم که به همین مشکلات ملی که ما سردوچار هستیم، مثلا مافیای مواد مخدره را صحیح ما کش مبارزه کنیم که بدبختی مردم افغانستان است. تقریبا در حدود 2-3 میلیون مردم افغانستان در مواد مخدره آغشته شده و ما موضوع دیورند به طور واضح و شفاف، این خیانت ملی است که یک رئیس جمهور مملکت مثل افغانستان رو میگه که این موضوع دیورند با مردم، با مردم افغانستان تعلق داره. این چی گپ است؟ مردم افغانستان تانگ داره، مردم افغانستان دولت داره، پلیس داره، تو که دولت هستی. ما میشینیم کد پاکستان، میگیم این خاک ماست، بندر ماست، کد برادرای بلوچ. ما دائم برادرای بلوچ کد ما خواد بود، برادرای ازاره که سر ظلم میشه زیر نام شویه هر دقواره میکشن، برادرای شوی خوده، از برادرای سندی خوده. ما میشینیم که در پاکستان اول امنیت ملی خوده ما بسیار تقویه میکنیم، امنیت افغانستان بعد از یک سال گارانتی موضوع دیورند یک طرفه میکنیم. سرحد ما باید مشخص شوه، سرحد ما در کجا است و یک جرگی ملی را دایر میکنیم بین تمام افغانای ما، این طرف خط دیورند، اون طرف خط دیورند، جرگی ملی. وقتی جرگی ما خودم هیچ کدام تصمیمی نمیگیرم قطعا، چرا؟ ما خادم مردم افغانستان هستم، تمام سران اقوام یک جای میکنیم و از اونا اجازه میگیریم که چی کنیم.
آیا ما پالیسی ادغام یک جا شدن یا پالیسی خود ارادیت تعقیب کنیم؟ پالیسی ما خو پالیسی است الحاق است. به این ترتیب ما موضوع بلوچستان ما گپ میزنیم، موضوع دیرند ما گپ میزنیم که تعیین کنیم بر ازو بیچارا که هزارها بلوچ ما شهید میشه، افغانای ما شهید میشه و یایسای باید یک تشکیلات اسلامی می بود از نظر اسلامی، از نظر قرآنی یا خدا مسلم مسلمان می گیرن، باید افغان نکشند، منافع خود در نظر بگیرن و ما نشان میدیم با پاکستان که افغانستان یعنی چی. ما پلان چی پلان داریم؟ شما بگوین که کجاست تیاره، کجاست توپ و چطور شما وزارت دفاع را قوت میتین. ما چون شوروی بالای افغانستان تعرض کرده و 2.5 میلیون نفر ما را کشت، 1.5 میلیون ما را معیوب کرد، ما غرامات جنگی از شوروی میگیریم. ما بگیم که شما باید از ما قرضدار هستین در حدود اینقدر تیاره، اینقدر تانک، اینقدر هلیکوپتر، تعداد چه تعیین میکنیم فقط مشوره با بزرگای افغانستان. ما این اسلحه را شوروی به طور مفت میگیریم و در این حال شوروی از پیش ما قرضدار خود ماند از نظر پولی و رزی که صدها دهات ما را از بین بردن. و شما شاید فکر کنید که یک کمپلیکیشن یا جنجال سیاست خلق کنه، نمی کنه. چرا؟ ما خود نگیریم. چرا؟ چرا ما خود آرام بگیریم در مقابل کسایی که بالای ما ظلم کردن؟ ما خود اشرف غنی نیستیم. هدف ما این خدمت مردم افغانستان چه؟ مرا اگر انتخاب کردن، ما شما خواهش میکنم که بیاید ما را کمک کنید از امیال تا که انتخابات برسه و ما شما یک دست شویم، تنها منافع مردم افغانستان ما هم اصلا می داشته باشیم، هم موضوع دیورند در فصل میکنیم. و در این حال او طرف دریای امو ما رابطه نیک داریم با تاجکستان، یا اما موضوع پنجدی هم یک موضوعی است که در اون طرف تمام چای تیل است، یعنی شراکت در قسمت کشیدن تیل و کونا مفروشن از خاک ما، شاید او رو ما در نظر بگیریم. و دیگه ای که سوال سیمتون که در کدام تشکیلات نظامی و سیاسی شما شامل میشین، شما میفهمین که دیگه حال موضوع بی‌طرفی بودن یک کار غلط است و اگر دولت در اختیار ما، اختیار مردم قرار بگیره، ما پیشنهاد میکنم که ما عضو ناتو شویم و ناتو از ناتو کمک های وافر میگیریم. ما نمیمانیم شونه که در داخل مصر ترکیه است، مصر که ممالک عربی است و ممالک اروپایی است، ما افغانستان را پیش میبریم برای افغانستان، برای کابل، خصوصا در قسمت مقبول کردن شهر کابل پلان ما داریم که همین شهر کابل یکی از قسم پالو یک امو تا دریای کابل و وزارت معارف و این طرف تا دی افغانان و اسمایوات یار کلش تخریب میکنیم و از این طرف تا میدان هوایی برای کابل یک نقشه کابل بسیار مقبول و زیبا بسازه و همین کسافت ها و یار کلش اون طرف میدادیم پاک میکنیم. یک نقشه که شما به مجرده که در میدان هوایی کابل پاهن میشین، اول پلیس میدان هوایی را بسیار یونیفورمش تبدیل میکنیم، بسیار یک یونیفورم با سوی بین‌المللی برشان انتخاب میکنیم و دیگه شور بازار و او مناطق وار گرچه از نگاه قدامت تاریخی ارزش داره، ما او را کلش پاک میکنیم، از بین میبریم، شهر کابل یکی جدید میکنیم از نگاه سیستم بدرفت برش نصب میکنیم. خصوصا آل امی شاروال خوبیخی مردار کده در دو طرف سرک جوی میکنن، او مسعزیز که او زمینه رو مساعد میکنه که افغانای ما زخمی شوه پول بسیار گذاب مصرف میکنن. ما سیستمی که در دبی است، ما دبی دیدیم که هم شما پیاده رو دارین، هم شما بدرف در اونجا میره، هم مردم موتره خود پارک میکنه مثل جرمنی واره. و این سیستم در داخل افغانستان، خصوصا در کابل، در تمام افغانستان ما مراوج میسازیم
و ما کمکای ناتو را در قسمت مثلا پلان مادر و طفل، مثلا خانمای که میزاین اولاد، اونا از نظر تغذی اینا بسیار سپورت شوند توسط دولت و در ولایت سیستم را تأسیس میکنیم که مراکز باشه که به این همشیرهای ما کمک کنه. موضوع جوانان ما کوشش میکنیم که وزارت جوانان را ایجاد کنیم، با وجود بیاریم که مشکل جوانان مرفوع سازه و جوانانی که از اروپا و امریکا میاین اونا به طور آزادانه بیاین، نه تقاضای پاسپورت دو پاسپورت های این گاربیج از بین میبریم. هر افغان ما میتونه که از اروپا بیاید در اوج خدمت کنه، چیز را اختراع کنه، بیاید انجینیر دکتر بیاید خدمت کنه. ما اگر قدرت اقتصادی داشتیم خوب نداشتیم، و دیگه از نگاه چطور ما بودجه پیدا کنیم باز وقت پیشنهاد می باشه. و در این حال ما از هر افغان خود در اروپا یا در امریکا که هستن تقاضا میکنیم که ماهانه 100 دلار یا 100 یورو به افغانستان، به دولت افغانستان کمک کنن، و مردمی کار مردمی که غریب هستن که ما بتونیم کسایی که بیکار است و کسایی که سرسفید است، کسایی که خانه نداره، به اینا ما کمک مالی عاید برشان بتیم، راجسترشان میکنیم، او را در سیستم کنو در بانک برن، هر ماه سرسفیدا چک بگیرن مثل که امریکا داره. و موضوعات بیخانگی ما تقریبا یک ماه را در امریکا ما زدیم، رفتیم در خانه‌های موبل هاوزا را که میسازن بسیار به شکل ساده خانه برای کل از ریفیجی هایی که هستن، اونا را ما میاریم در داخل افغانستان، اون را جای میتیم. و این که ناتو، از ناتو ما استفاده میکنیم که افغانستان هم مترقی بسازیم. پلان های دیگر ما سرش گپ میزنیم، باش که تلفن ها را بگیریم. فقط برادرها دو دقیقه دارین گپ بزنین، امر کنین سر بفرمایین. السلام علیکم قاضی صاحب، دیدی اکس در قربان یا نی؟ بر دیدی آقای متین، بر دوش تا هم روز بروز سنگین تر شده میره میربانی؟ بلی قبولم سر شانه خود بار کنیم. بله گپ هست. بله بله بله، یک خدمت هست، لیکن یک سوال داره آقای متین. آقای ملت امو قانونی که کتی امریکا و سلامه امضا شد چی کتن ملت رو خانده بود؟ شما هم خاندی؟ یهی برنامه که اهل کتی پاکستان امضا کده یا میکنه مد نزنا نشد شده مردم خانده یا نخانده؟ ما قرارداد خواندیم قاضی صاحب، همون چیزایی که در ایلاش رها شده بود در فیسبوک ها و در نیوز و یارا ما خواندیم، اما موضوع دیگه است قاضی صاحب. بین از طریق تلویزیون بشنوین. اولی که قرارداد امنیتی که با امریکا امضا شده بود، ایمتنش آقای اشرف غنی امضا کرده بود، تیار کرده بود و نوشته کرده بود. نه این قسمتی که افغانستان با امریکا قرارداد امنیتی داره، وقتی که بالای افغانستان کسی تعرض کنه او رو کی دفاع میکنه، این نوشته کرده بود که عساکر افغانی، این خود آقای اشرف غنی کرده بود. این چرا این کار کرده بود ما ایر نمیفهم، اما این کار اخلاق بود. اگر امریکا در افغانستان میباشه و بیساج در افغانستان است، ما از این تقاضا میکنیم، تو مسئولیت داری، ما که در افغانستان میمانیم تا تو باید سیستم دفاعی رو ما نمیمونی که تیاره داشته باشیم، نمیمونی که تیاره جد جنگی داشته باشیم، هلیکوپترک های غرازه رو کمیتی ای خو احتیاجات مردم افغانستان مرفوع نمیشه. ما خو اشرف غنی نمیباشیم، ما جدی در قسمت به دست آوردن منافع مردم افغانستان معامله میکنیم. من نمیال گرچه ما خو یک خادم مردم افغانستان هستیم، در کانگرس رفتیم همین موضوع ما یاد کردیم، در قصر سفید ما رفتم 850 میلیون سر پاکستان استاد کردم، در پیش ناتو رفتیم، در خود افغانستان رفتیم. یعنی ما که از سیستم از این مملکت ها ما بخی بلد هستیم، چیز نیست که ما در او وارد نباشم، اما لاف نشه ببخشین دیگه. یعنی با این سیستم چیزی که منافع مردم افغانستان تامین نکنه، ما هیچ وقت ما در او نه صحبت میکنیم، ما نه کسی معامله میکنیم. اما نظر با مقتضای زمان شما ببینید، پولنده ما که یک پولندی گپ زدم گفتم شما پیش وقتی که عضو اتحاد روس بودی چطور بود؟ ما از گشنگی میمردیم، حالا از ناتو شدیم، حالا اقتصاد ما، قدرت ما، پول ما،
شما میتونین که از یک سیستم استفاده کنین اما خود نفروشین. بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر گرامی، تو سنگه ای تباتون خیلی خیر کردیم انشاءالله. عزیز ولی هم اول آشمی صاحب تایم سلامه مطمئن صاحب با خودت یکم اختلاف پیدا کرده بودم، گوش میکردم اما بر تلفن نمی کردم و زحمت نمی کردم برزی که خودت وقتا صفت اشرف غنی رو نمی کردیم و برد گفتم ایرانی که میری به ترکستان هست. ما چی می فهمیدم قربان؟ که خودت از اونها گشتی او چیز پشمانی چی کردی ما هم جرات پیدا کردم. خو خیلی او تیر شد، خلاص شد، تیر شد، برو دیگه. ما نمیشناختیم بیادر، ما گفتیم که افغانستان این میای آباد میکنه، ما نمیفهمیدیم که ما به اون نسبت خود تازار نمیدادم چرا انتقاد داریم انتقاد میکنیم، از اون خاطر گفتم انتقاد نکنم وان که دیگه برادرها صفت کنه. خو 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 تیر شد، گمش کن دیگه. نه با میرم بشتار دوال گوش کنه رئیسم که چی میگی ای که پشمانی راستی به اشرف غنی او یک امریکایی سپشتنستان امریکایی چی تو رازان میکنه. یعنی تو باش برادر گرامی، یک موضوع اگر اینمیال ما حواظ اشرف غنی می بودیم، برادرای وزیرستان شمالی و جنوبی کل آمده در خاک افغانستان است، برادرای بلوچ آماده است که ما یک جای هستند، برادرای او طرف ازاره ما او طرف هستند، اینمیال ما میتونستیم به حیث یک رئیس جمهور افغان خود لوی افغانستان با وجود بیاریم و پاکستان به اندازه ده حراس است. اینمیال بهترین وقت برای مردم افغانستان است که ظلم و ستم پاکستان دست چک به طور دائم از بین ببره. ای چطو اتحاد اتفاق مردم افغانستان، ای پاکستان اسلحه داره و با متم داره، ای کارم شورویم داشته اما دیدیم که بودی شد. من باور ترس کنم وقتی که در زمان داود خان شهید بوتو بود، من پاکستان مغول رسمی بودم. باز قطع کرد؟ نه 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 گپ بزنیم، من گوش میکنم. در اون وقتی که بود انده که بینی یک پشتونستانی که خون میشد بیرق افغانستان بالا و زنده بود افغانستان، پاکستان جرات نمی کرد پیش بره. اموال خود دولت افغانستان رو گرد دی وزیرستان رو دی ای رو بزن او رو بزن خواهی میشد داود خان خدا رو بخش اینات رو مایه میکرد و قدر داشتن و مردم سوری سراد آزاد که بود راسی آزاد و خودی به آزادی شد وزیرستان رو در کجا رساندگی شد اما جایی که در هزار سال جا کسی رفته نمی تونست کروشه از خانه هاشون کشید. برازی که آقای برازی که در این طرف مایه نمیشد ولی جان مار یاسین، اولی مار یاسین که در خانه ماست، این مار یاسین که با شما بسید نمیزید پشتونستان ها پشتونگ هست چرا اینا نمیخواین اما یعنی دشمن های ستمی ها نمیخواین که پشتونستان پشتونستان باشه. بله بله چرا از اخص توان از یازه ما به ارتباط همین سوال دوستی عزیز بسیار سوال خوب کردین. در موضوع افغانستان ببینین هر ملتی که او خود ضعیف احساس کنه و این چیزا کلش مربوط یک رهبر میشه. ملت افغانستان ضعیف نیست، بسیار قوی است. ملت افغانستان در طول تاریخ نشان داده که در مقابل اجانب خائنان وقتی که موضوع ملی و موضوع ناموس ملت افغانستان اونا از جان خود اونا میگذرن و این را شما شاهدی به تاریخ زیاد مراجعه نمیکنید، جنگ های انگلیس و بالاخره روسیا هستیم. منتها دوست عزیز موضوع اساسی امروز رهبریت است. یک جامعه یک جامعه به طرف رهبر خود لیدر خود میبینه، او لیدر است که جامعه را میسازه یا از بین میبره، او لیدر است که جامعه را احساس ملیش از زنده نگاه میکنه یا از بین میبره. خب ما بدبختانه در افغانستان اینطور یک جامعه یک لیدرشپی نداریم که اردوی قوی ما را ببین. هر قدر که ما با پاکستان نزدیک شویم اردوی ما ضعیف میشه، هر قدر که ما از پاکستان فاصله بگیریم اردوی ما قوی میشه. بله هاشمی صاحب باشه که دیگه برادرام صحبت کنن. ولی جان چون میخوایم که تمام برادرها و خواهرای ما صحبت کنن از او خاطر، اما یک چیز براتون میگم، شما اینا دیدین تا 7 سال موضوع دیورند پیش بردیم، دیدیم که اصل سر خط در کجاست. بله ما خود مرکز پشتونستان بودم در وقت چون اوجا ما فعالیت کردیم دیدیم دیگه از او خاطر دل ما بسیار درد داره که دیگه کسا در او گفت میزنه چی میکنه. ما پشتونستان کلانه میخواییم، یه دیورند یک کوی وزیرستان کار نداریم. بله این تا
لو را خو نمیگیری خوی طرف تا اتاک و جزا خو از ما هست. بله بله. اینجا رو ما کار داریم. دیگه این هم شما از طریق تلویزیون بشتیم بطن خلاصه که دیگه برادر ها سر ما ببخشین. در موضوع دیران خو زیاد ما گپ زدیم. چرا ما میخواییم که این موضوعات فعلی دولت اتحاد شخصی رو گپ بزنیم که دل کل مردم کفانده و شما آشمی سا بگیریم. شما یک لینه. بفرمایید دوستی عزیز روی خط هستین. سلام علیک برادران محترم و جناب محترم مکین و جناب محترم آشمی. سلام آشمی. من برنامه شما را تازه بلی؟ بفرمایید در خط هست. من تازه برنامه شما را با روال است که میبینم و اما البته برنامه جالب دارین. خداوند عجب شما نصیب کنه. زنده باش. اتفاقا من چند سوال های پیش من پیدا شده که به اجازه شما اگر اجازه بدید من سوال ها را شما بپرسم و ممکن که سوال ها را دیگه خوارا برادرای ما هم در افکارشان خطور کنه، اما بعد ترتیب اگر اجازه شما باشه که من چند سوال دارم امیر برملت کنین جواب بدید. بفرمایید. لطف کنین دو دقیقه وقت دارین، اگر مور کوتاه لطف کنین مهربان هستین. بله دیدم. سوال اول ما برای جناب محترم آقای متین، شما که فرمودین که شما میخواین من حیث رئیس جمهور آیندی افغانستان شما انتخاب شوین، اگر لطف کنین بگوین در کوالیفیکیشنی که من حیث یک رئیس جمهور شما در اون سرزمین داشته باشین اگر راجع به اون کم صحبت کنین. یکی سوال دوم ای است به شما ای است که برخورد شما با اون خلقی و پرچمی هایی که تقریبا در حدود 2 میلیون شهید در اون سرزمین ما توسط اونا داریم و هزارها نفر به شمول شخص شما و خانواده ما از وطن ما آوارا و سرگردان شدیم، برخورد شما با اونا به چی ترتیب خواهد بود؟ سوال سوم از شما ای است که شما چند فیصد حکومت شما اگر رئیس جمهور شوین مطابق اسلام خواهد شما پلانهایتان از طرح گذاری کردیم؟ سوال دیگه ما ای است که کدام یک از علمای سرشناس جهان اسلام از مملکت ما افغانستان عزیز اما شما هم دست هستن هم مبوره هستن، اگر شما لطف کنید از اونا نام ببرید. و سوال آخری ما با کمال مدرک وقت زیادتر شما رو کمک گرفتم ای است که شما مثلا که میخواین رئیس جمهور شوین، آیا مربوط به کدام یک شخص شما و کابینه شما، مربوط به کدام یک از احزاب گذشته افغانستان و احزاب فعلی بودین و یا هستین؟ اگر این سوالات به من جواب بدین من بسیار از شما خوش میشم و مفقیت زیادتر شما را در ادامه میخوایم. خواهر شما سلام علیکم. تشکر. سوال اول شما جنده باشه. به طور خلاصه بگویم میتونم شما خود این 7 سال دیدین فعالیت های ما را در قسمت از بین بردن دست پاکستان با بالای افغانستان، موضوعات دیورند، ما خودم فاکولته اقتصاد خلاص کردیم، در وزارت پلان کار میکردم به 3 سال و وقتی که بعد وزارت پلان کار میکردم دوستایم که هستن اونا میفهمن ما سیستم را در وزارت پلان آوردم که اونا میتونن وقت نمیفهمیدن مثلا که یک نفر که میخواد فابریکه را باز کنه با چی اندازه تولید داشته باشه، یعنی با بسطلا یک لستر با وجود آوردم که در ظرف 2 دقیقه شما میفهمید چقدر این فابریکه باید تولید کنه یا این فابریکه اجازه داشت تولید شوه نشوه. ما دیم در زمان حکومت حفیظ الامین ما امریکا آمدیم و در امریکا پلان های اقتصادی برای کمپنی های امریکایی تر میکنم تا بالی و موضوعات سرمایه گذاری اشخاص مشهور مثلا آقای زابلی رو خانمش پیش میبرم و با کمپنی های امریکایی بزرگترین کمپنی امریکایی رو و دیگه من خودم یک افغان هستم و عشق و علاقه افغانستان در قلبم است. ارتباط با کانگرس، یعنی با کانگرس ما صحبت کردیم مورد افغانستان با مملکت ناتو و تمام افغانای ما در سر تا سر دنیا ما کار کردیم و صحبت کردیم و موضوعات سیاسی که بالای افغانستان یعنی تاثیر داشت او کارهایی که منافع ملی را بار بر افغانستان با بار میاره او کارا رو کردیم. مثلا همی که پیشتر گفتم 85 میلیون در قصد سفید مثل پاکستان بند کردم، دیگه من نوکر کسی نیستم، من تنها نوکر افغانستان خود هستم و نوکر مردم افغانستان هستم، نوکرم خدمتگار هستم. چرا ما آمدم در این قسمت؟ من در روزوی ریاست جمهوری نداشتم و در انتخابات پیشتر هم من گفتم چون شرایط اقتصادی و سیاسی بسیار بر افغانستان مساعد بود در زمان آقای کرزی
و ما خود کاندید کردم، اما کاندید نکردم، من خواستم که کاندید شوم، من خود کاندید نساختم. به این ترتیب ما میخواهیم که در افغانستان، افغانستان هم مانند سایر ممالک پیشرفت کنه. یکی و دیگه ای که ما دفعتا این موضوع رو ما پیگیری کردم در می هفته، به اصطلاح دیروز ما پریروز ما تکت گرفتم، دیروز آمدم این موضوع رو برای اینکه افغانستان در خطر است و ما میخواهیم که از افغانستان خود دفاع کنیم و ما حرکت ملی را انسجام بدیم. هر کسی که بخواهی که افغانستان بفروشه ما نمیگذاریم، یکی. و دوم در قسمت احزاب شما گفتین خلقی و پرچمی، کسایی که ولی ایره ما جامعه میسن با شما بگین و کسایی که خیانت کرده به افغانستان و مردم افغانستان کشته، شما میفهمین که اونها باید به قانون معرفی شوند، عدالت اسلامی و اجتماعی باید تامین شود و کسایی که نظر به جبر زمان و خود حمایت کنند و یا فامیل خود حمایت کنند، خب میفهمید که ما اونا افغان هستند، اونا میتونند در افغانستان زندگی کنند و ما پشت از او موضوع حالی گذشته تیر شده، ما باید آینده را در نظر بگیریم و ای که ما در کدام حزب هستم در هیچ حزب نیستم، تنها در حزب وجدان و خداوند و دین مقدس اسلام هستم و ما میخواهیم که در افغانستان قانونی که تر میشه به اساس شریعه اسلامی باشه و حتی ما آرزو دارم که حداقل در افغانستان یک دفعه روز ختم قرآن شریف و در افغانستان سر تا سر افغانستان یک دفعه هر چیزی که میگین شما اقلا برای از اینکه در افغانستان صلح، آرامی، خیر، فلاح و برکت بیاید ختم قرآن شریف اعلان شود در ولایت ها، چرا ما مسلمان هستیم و با اسلام عقیده داریم و تمام کار ما بر طبق قوانین اسلامی و خلافت اسلامی خود بود و مقتضای زمان، چیزی که زمان ما را اجازه میده از نظر سیاست و از نظر تکنولوژی و از نظر پیش برد اقتصاد، ما همون کار خواد کردیم و تعداب کار ما شریعت اسلامی است، تعداب بس به شکل صحیحش، نه به شکل مزخرفش. حال شما ببینید که در وردوج یک عسکر اردوی ملی برای میکشه، این سلام میکنه الله اکبر، این چرا این الله اکبر سلام میکنه؟ این اسلام اجازه نداده. کجا گفتن کجا گفتن در قرآن شریف یک مسلم قطع گلون یا با گلون بریدن دستان قطعا اجازه دادن نشده؟ شما چطور یک برادر مسلمانتونه یا خوارتونه گلونش میبرین؟ دیگه به این زستان ها هدف آرزوی من خدمت است، هدف آرزوی من است که افغانستان ترقی کنه و خداوند ما را نجیب و کمک شما خوارا و برادرا این کار خطیر پیش بریم. آشمی سب به ارتباطی سوالی هم شیره، سوالی بسیار جامع کردن. قسمت اول کلوفیکیشن شا متین صاحب جواب داد، در قسمت جنایت خلق پرچم، در قسمت جنایت تمام عذابی که بعد از در افغانستان به وجود آمدن، حتی بعد از خلق پرچم مملکت ما را توته و پارچه ساختن، حکومت آینده که به وجود بیاد اینا طبق قانون اساسی درست قانون تطبیق باید شد، نه اینکه قانون اساسی در افغانستان داریم تطبیقش بالای غریب و بیچاره ای که نان نمیفهمه شه بالای مردمی سرمایه دار و پولدار تطبیق از او پول است. این تو قانون در افغانستان به وجود نخواهد آمد، نباید بیاید. دوم، علما در افغانستان، ما شما 1400 سال اسلام قبول داریم، دینی پاک است، دینی خالص است، قوانین بسیار خوب داره. ما در افغانستان حکومتی به وجود بیاید، ما علمای پاکستانی کار نداریم، دین پاکستانی کار نداریم. علمایی که در افغانستان اکثرا فعلا وجود دارن، اینا باید اصلاحشان طبق قوانین حکومت، طبق قوانین قرآن حرکت کنن. بله. نه طبق قوانین و کلدار پاکستان حرکت کنن. بله. موضوع بربادی ما در طول تاریخ از دست علمای نادان بوده، نه علمای عالم. فرق عالم و نادان نیست که آدمی نادان وقتی یک چیز ابتدای اسلام را میفهمد در عمق از او مطالعه نداره، جهان بینی نداره، بر اقتصاد نمیفهمد، پالیسی وطن دوست نیست، تنها اونا فقط اولاد خاک بیچاره را شستشوی مغزی میکنن. من دیروز یک کلیپ دیدم که در امیال در شرایط فعلی افغانستان
در قندوز در مدارس است، مداری دخترها که بالاتر از 50-60 مدارسی که عینی نوی که در پاکستان اینا شروع کردن در اوجا وجود داره، که یارا برینواش میکنن، شستجوی مغزی میکنن. یارا کی میکنه؟ باز یک نفر مصاحبه میکنه باز یکی از مولاها، او میگه ما 3 زن گرفتیم، این یکی از دخترای مدرسه را عاشق شده، میزنی 4 است. و باز میگه که ما امی برای مولای دیگه که مسائل پیش میبرن، ما برای زیا مای 9000 دلار کلدار و پاکستانی پول میده. ایا از کجا سرچشمه میگیره؟ خویا کلگی اینا باعث ضعف یک نظام فعلی است، باعث ضعف اداره فعلی است. ما فقط یک موضوع دیگر براتون میگم که کدام کابینه در افغانستان هر کسی که به خاطر قدرت مبارزه کنه ناکام میشه، هر کسی که به خاطر مردم مبارزه کنه، به خاطر خدمت مبارزه کنه از قلب و جان، نه به خاطر پول، او آدم موفق میشه، خداوند با او یاری میکنه. دیگه خدا کنه که سوالایتون جواب داشت. متین سر ببخشید، خواهش میکنم. راجع گفتین چند فیصد حکومت اسلامی، اینطور یک سوال کردین که حکومت های اسلامی 100% خب ما خود با مملکت مسلمان هستیم، قوانینی که در افغانستان وضع میشه طبق قوانین اسلامی بوده، ما از کسی دیگر الهام نمیتونیم. حتی سعودی ها در کشور ما جنایت کردن، پاکستانی و سعودی یا زاده یک دیگر هستن، ارتش پاکستان در سعودی است و صاحب منصبای پاکستان در سعودی است. جنایت تروریست امروز از این دو مملکت شروع شده که بلاگیر سعودی رم شده. خدا کنه سوالای شما را جواب داده باشه. بله بفرمایید. بله سلام علیکم برادر محترم. سلام، شما چیال دارین صاحب؟ سبا جان گل خوب هستین صاحب؟ زنده باشین. سباستم. بله برادر محترم، اول هم پیشنهادتان از امیال براتون تبریک میگم. اگر فکر کرده باشین چند سال پیش مردم کلگی براتون میگفتن که شما کاندید کنین، خدا شما قبول نکردین. بله. اما حال بسیار خوش شدیم شما خودتان قبول کردین، برازی که همیال یک حالت به افغانستان است که یعنی بسیار زیاد چگر ما را خوب کن کده، خصوصا این توافقنامه اطلاع که به این اندازه ما را پریشان ساخته. من چند دفعه خواستم براتون اول بتم تلفن کنم شما را پیدا کنم، نتانستم. بله من سفر بودم. بله بله. چو خو از چشم من پریده بود. باور کنین برادر محترم که نا اول خویی را براتون بگیم که در اپریل هم یال دنی افغانستان ما و شما اعتبار کلگی می مردم ما اعتبار سری اشرف غنی کردن که خوش شدیم که یک چیز خواهد کرد، اما دیدیم که اینا هم که از اونا یک جای شده، اما به یک حساب ما شما در افغانستان 3 رئیس جمهور داریم. واقعیت که امیال کرده در دیگر کشورها وقتی که رئیس جمهور خلاص میشه میره در خانگر خود میشینه یا در کار بار خود نشغول میشه. بسیار عالی. این انوز هم بایدن کار میکنه، امیال میگرده این غیر قانون است، غیر قانونی است. من میفهمم که چی میخواهم. خب به هر صورت شما فکر کنیم که از موقع اینمی بی اتفاقی ها و اینمی کارهای از اینا و بی چی از توجهی از اینا معلومدار دشمن از موقع استفاده کرده و پیش میره. بله. البته وقت زیاد شما را نمیگیرم، میگه دست بیگانگان امسایه ارسو دیوانوار در کار است، دوست دفته تباه میسازد ملت را که افگار است. بسیار سبا جان، سبا جان بسیار جان خوبی را به چی کردین دیگه، وقت شما را نمیگیرم، موافقیتتان از خداوند میخوایم. و شما انقه بر کسایی که از شما سوال میکنن، من فقط سوال نمیکنم، برازی که قلب پاکتان با من معلوم است، یک شخص شما متدین قلب پاک دارین و به هیچ جای شما تیز توسط کس دیگه نیستین، فقط صرف شما خدمتتان به وطنتان است که به این حالت جنگ، به این حالتی که هیچ کس جرات نمی کنه که بره به افغانستان و شما به هر شارش به هر جای به سرتان یک بلیط خواب شیشته و رفتین گشتین خدمت کردین صدایتان بلند کردین، یعنی خداوند موفق داشته باشیتان برادر محترم. من بسیار خوش هستم که شما بازم پیشنهاد خوبی کردین، وقت نمیگیرم، خدا حافظ. تشکر صاحب، تشکر. یک نقطه را ما راجع به خوار عزیزم سبا جان که رئیس عمومی خانمای دیرانجرگی اروپا هستن، اینا از روز اول که آمدن که ما یک جشن تابال مبارزه میکنن. ما مثل سبا جان امشیرهای زیاد داریم، اما شهامت و غیرتی که سبا جان نشان دادن راستی قابل قدر است.
و تمام همشیرهای ما در سر تا سر اروپا، امریکا، کانادا، افغانستان با ما همکاری کردن و وقتش که آمد شما میبینین تیم کاری ما را، تیم ملی ما را، وقتش که آمد موضوع مهمیست همشیری محترم که ما نه دین از کسی یاد میگیریم و ما کسی را نمیمانیم که ما را دین را یاد بده. ما خود ما فضل و مرحمت خدا در فامیل مسلمان تولد شدیم. پدرمون فوق العاده مسلمان خوب بود، آزاد بود، مسلمان نبود. پدرم میگفت که نمازتانه بخوانین، درستانه، تعلیمتانه بکنین، با کسی ضرر نرسانین، تا که میتانین احترام کلان کنین و خدمت مادرتانه کنین. و یک چیز ما براتون بگویم که یعنی به اندازه ما خدمت والدین خود کردیم و بسیار دعای پدر و مادر را گرفتیم و آرزوی ما است که تمام جوانا و تمام خردا احترام کلانا را کنند. چرا با یگانه رایی که ما موافقت می رسیم اتحاد اتفاق و احترام کلانا است و ما نمی مانم که یک شیخ عربی بیاید افغانستان ما را دین نشان بده و خصوصا سیاست های دیوبندی پاکستان ما بسیار آگاستم. ما سیاست پاکستان هم بسیار زیاد آگاستم، بسیار زیاد سیاست پاکستان آگاستم و از ایران هم آگاستم. این خصوصا این لغت هایی که استفاده میکنن، زمین لرزه، سه چرخه، چهار چرخه، و ما کوشش میکنیم در قسمت ادبیات، کلتور، تاریخ خود، افتخارات ملی خود تغییرات را به وجود بیاریم. و می ترسیب ما میخواهیم که اگر افغانستان بسیار مترقی داشته باشیم، چرا نداشته باشیم؟ شما برای بگوین. شما این سوال ها رو میکنین همشیره به نو است. دیروز از طیاره پایین شدیم آمدیم، باز وقتش که آمد انشاءالله ما یعنی در نظر ما است که ما چی کارهای باید افغانستان کنیم. برای اینکه ما افغانستان رفتیم بسیار زیاد مشکلات دیدیم. حالا با اعلانات تجارتی میریم، لطفا با ما باشین، ما پس باز میاییم. نظر به خطر انداختن تمامیت اردی افغانستان، دادن دست آزاد به خارجیان، 95% آوردن بیکاری به جوانان، سقوط فابریکات، فقر و فاقگی، عدم داشتن پلان ملی اقتصادی امنیتی، موجود بودن فساد اداری، در نظر گرفتن منافع دشمنان، من صدیق متین خود را به حیث کاندید ریاست جمهوری و مؤسس نهضت نجات ملی افغانستان اعلان می دارم.